دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید تو این جلسه هم میخوام با هم دیگه یه مثال از نا... ما... نابرابری ها حل بکنیم سوالی که بهمون دادن شاید ظاهرش به نظر یه ذره پیچیده در... تر بیاد بچه ها ولی اگه یه ذره روش کار بکنیم به همون شکل آشنایی در میاد که ما حل کردیم توی جلسات قبل به ما گفتن دو برابر قدر مطلق x به اضافه یک به اضافه هفت کوچکتر مساوی سیزده و از ما خواستم مقادیری از x رو به دست بیارید که به ازای اونها این نابرابری برقرار باشه خب اولین کاری که من برای ساده تر شدن شکل این نابرابری میکنم اینه که یه هفت از دو طرف تصاوی کم میکنم یعنی تا... ت... دو طرف نابرابری کم میکنم که بعد میشه دو x به اضافه یک یه... البته بچه‌ها از لغت نابرابری خیلی مطمئن نیستم دقیقا یادم نمیاد چی میگفتیم تو دبیرستان امیدوارم که همینو میگفته باشه اگر یه هفت من از سیزده کم بکنم میشه هشت خب پس در به این نتیجه رسیم دو برابر قدر مطلق x به اضافه یک باید کوچکتر مساوی 8 باشه حالا برای اینکه من باز ساده تر بکنم این نابرابری رو هر دو طرف رو تقسیم برای دو میکنم که در نتیجه به این نتیجه میرسیم که قدر مطلق x به اضافه یک کوچکتر مساوی هشت تقسیم برای دو که میشه بچه ها چهار خب حالا شکل نابرابری براتون آشنا نشد میگیم که ما میخوایم x هایی رو به دست بیاریم که به ازای اونها x به اضافه یک فاصلش از مبدع کوچکتر مساوی چهار باشه من طبق عادت همیشگی محور عداد رو میکشم و میگم که به ازای چه ایکس هایی فاصله x به اضافه یک از مبدع کوچکتر مساوی چهار اولا میگیم که x به اضافه یک توی چه بازه قرار داشته باشه که فاصلش از مبدا کمتر از چهار باشه اول سمت راست رو بررسی میکنیم توی چه نقطه x به اضافه یک دقیقا فاصلش برابر چهار و از مبدا بله در نقطه مثبت چهار حالا از نقطه مثبت چهار اگر بگیم x به اضافه یک در نقطه مثبت چهار قرار داشته باشه فاصلش دقیقا برابر چهار از مبدا حالا اگر از این نقطه x به اضافه یک رو به سمت مبدع نزدیکتر بکنیم فاصله هم از مبدع کمتر از چهار میشه پس در از نقطه چهار تا مبدع تمامی x به اضافه یک هایی هستند که فاصلشون از مبدع کوچکتر مساوی چهاره. حالا سمت چپ مبدع رو بررسی کنیم چه نقطه ای در سمت چپ مبدع قرار داره و دقیقا فاصلش از مبدع چهاره بله نقطه منفی چهار پس x به اضافه یک اگر در منفی چهار واقع بشه دقیقا فاصلش از مبدع چهار واحد حالا هر چقدر از این نقطه باز ما به سمت مبدع حرکت بکنیم فاصله x به اضافه یک از مبدع کمتر میشه یعنی این فاصلش کمتر از چهار میشه پس در نتیجه بازه ای که از منفی چهار شروع میشه و خود منفی چهار هم شامل میشه و, و تا صفر ادامه پیدا میکنه نشون دهنده اعداد سمت چپ مبدعه که فاصله از مبدع برابر چهار واحد یا کمتر از من. حالا ما اینجا x به اضافه یک ها رو بررسی کردیم یعنی در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که اگر x به اضافه یک بین منفی چهار این نقطه و مثبت چهار باشه آنگاه قدر مطلق x به اضافه یک کوچکتر از چهار حالا این سوال پیش میاد که خود x در چه بازه قرار داده قرار باید داشته باشه. بچه شما خیلی راحت میتونید از این نابرابری که داریم از همش یه یک واحد کم بکنید که در نتیجه میشه x اگر بین منفی 5 و سه قرار داشته باشه آنگاه x به اضافه یک کوچکتر از چهار قدر مطلقش حتی از روی محور اعداد هم میتونستی اینو به دست بیارید یعنی اینکه بگیم که ما این نقطه‌ای که x به اضافه یک شروع میشه پس خود x رو اگه بخوایم به دست بیاریم که بازش از چه نقطه ای شروع میشه باید یه واحد به سمت چپ حرکت کنیم یعنی یه واحد از x به اضافه یک کم کنیم پس x بازش در نقطه سمت راستی که شروع میشه مثبت سه. همینطور همینطور میگیم x به اضافه یک کوچکترین نقطهش منفی 4 خود x کوچکترین نقطهش یه واحد هم پس از این کمتر میشه یعنی یه واحد باید به سمت چپ حرکت کنیم به منفی 5 برسیم پس این بازه ای که از منفی 5 شروع میشه و تا مثبت سه ادامه داره x هایی که به ازای اونها x به اضافه 1 قدر مطلقش کوچکتر مساوی 4 خب ما تا حالا دو تا بچه ها. مثال حل کردیم از حل نابرابری هایی که داره قدر مطلق ولی من میخوام تهش یه نتیجه ای هم بگیرم از این دوتا مثال یه حالت کلی بنویسم میگیم که اگر به ما داده باشن حالت اول اینه که اگر به ما داده باشن قدر مطلق x کوچکتر از آ یا کوچکتر مساوی آ نتیجه این میشه که x بین منفی آ و خود آه خود منفی آ و آ هم شامل میشه حتی اگه بخوایم به صورت بازه بنویسیم میشه x عضو بازه منفی آ تا مثبت آ ولی اگه نابرابری به این صورت باشه که x قدر مطلق x بزرگتر مساوی آ باشه بازم من نمیدونم آ بگم یا آی من آ میگم راحت تر این نتیجه رو میگیریم که یا x بزرگتر مساوی آه یا x کوچکتر مساوی منفی آر و به عبارتی میشه x عضو مجموعه ای که اشتراک ببخشید اجتماع منفی بی تا منفی آ اجتماعشه با خود منفی آ هم شامل میشه بچه با آ تا مثبت بی نهایی. x اسبه که حاصل از اجتماع این دو مجموعه است خب این حالت در واقع این اون ستون یا اساره این حل نابرابری های قدر مطلق مرسی که توی جلسات قدر مطلق با ما بودید با من بودید در واقع ما مباحث اصلی قدر مطلق رو بررسی کردیم توی جلسات بعدی کلاس و درس میبینمتون فعلا خدافظ